امروز میخوایم راجع به قوی ترین و مرموز ترین ستاره‌ای که در کیهان وجود داره صحبت کنیم، مگنتار. ستاره‌ای که میدون مغناطیسیش 100 تریلیون برابر قوی تر از میدون مغناطیسی زمینه. اما با فرض این موضوع میخوام شما را به یک جای عجیب ببرم. اگر در قلب یکی از هیولاهای اینچنینی کیهان سقوط کنید چه اتفاقی براتون میفته؟ صبر کنید، اجازه بدین یک چیزی رو همین اول روشن کنیم. این تجربه از هر کابوسی که تا حالا دیدین ترسناک‌تره. مگنتارها نه تنها قوی‌ترین میدان‌های مغناطیسی جهان رو دارن، بلکه قدرتی دارن که میتونن شما رو اتم به اتم نابود کنن. من رامتین هستم و اینجا کانال داستان‌های جهان هست، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. تا آخرین ویدیو همراه من باشین، چون میخوایم از کابوس میدان‌های مغناطیسی صحبت کنیم، از اینکه این ستاره‌های غول‌آسا چطور بدن شما رو به پودر تبدیل می‌کنن و از نظریه‌هایی که میگن مگنتارها ممکنه قبلا حتی زندگی روی زمین رو هم نابود کرده باشن صحبت می‌کنیم. پس حتما ویدیو رو لایک کنید و در کامنت ها بگید که به نظر شما این هیولاهای کیهانی چقدر خطرناکن. در ضمن این ویدیو رو یکی از شماها درخواست داده بودید. اگر به پلیلیست فضا و آفرینش در کانالهای داستانهای جهان مراجعه کنید، حتما ویدیوهای مربوط به طبخ درها رو هم میبینید. پس منتظر کامنتتون هستم تا موضوع ویدیوهای آینده رو بدونید. قبل از اینکه بریم سراغ مگنتارها، لازمه که اول یک پیش زمینه‌ای درباره کیهان داشته باشیم. سیاره مشتری یک شاه ماهی توی منظومه شمسی مونه، اما اگر بریم داخل مشتری اصلا اتفاق خوبی نمیفته، چون اونجا جایی که آدم میتونه به یک سیب زمینی سوخته تبدیل بشه. با این حال مشتری با همه وسعتش تو کهکشان اصلا چیز خاصی محسوب نمیشه. درسته مشتری توی منظومه شمسی یک غول مغناطیسیه، ولی در برابر یک مگنتار مثل یک آهنربای یخچالی میمونه. این سیاره حتی اونقدر بزرگ نیست که بتونه تبدیل به یک کتوله قهوه‌ای بشه. البته کتوله‌های قهوه‌ای خودشون هم اونقدر بزرگ نیستن که ستاره بشن، و تازه فقط یک تعداد محدودی از ستاره‌ها اینقدر بزرگن که در آخر عمرشون میتونن تبدیل به یک ستاره نوترونی بشن، یا دیوونه‌تر از اون به یک سیاه چاله، تب اختر، اختروش یا مگنتار تبدیل بشن. اینا ستاره‌ان یا اسم شخصیت‌های شرور، با اینکه اسمشون با هم فرق می‌کنه، اما اینا تقریباً نسخه‌های مختلف یک مفهوم عجیب و غریبن. اما بیایید از سیاه‌چاله‌ها شروع کنیم. تنها سیاه‌چاله‌ای که عکسش رو داریم، سیاه‌چاله‌ای به اسم M87 هست که بهش میگن پووهی. با اینکه این سیاه‌چاله یک غول به تمام معناست و چندین میلیارد برابر جرم خورشید وزن داره، اما پووهی بین سیاه‌چاله‌ها فقط یک مورد معمولیه. سیاه‌چاله‌ها گاز و غباری که اطرافشون هست جذب می‌کنن که با چرخیدن و اصطکاک این مواد داغ میشن و نوری توی مادون قرمز تولید می‌کنن که تلسکوپ‌های ما می‌تونن اون رو ثبت کنن. بعضی از سیاه‌چاله‌های ابر پرجرم انرژی و پرتوهای خیلی قدرتمندی رو منتشر می‌کنن. اگر اون پرتوها به اندازه کافی درخشان باشن، میگیم این سیاه‌چاله یک اخترویشه. حالا اگه اون اخترویش خیلی روشن به نظر برسه، بهش میگن بلیزر. خلاصه این که اخترویش‌ها سیاه‌چاله‌های درخشانن و بلیزرها اخترویش‌هایین که ما درخشش بیشتری ازشون می‌بینیم. پس اسمهاشون فرق داره چون ظاهر متفاوتی دارن، ولی در اصل یکی‌ان. به همین ترتیب ستاره‌های نوترونی، تب اخترها و مگنتارها هم تقریباً یک چیزن. ستاره‌هایی که فرو ریختن، ولی نه اونقدر که تبدیل به سیاه‌چاله بشن. اما چطوری یک ستاره فرو می‌ریزه؟ ستاره‌ها در اصل محل یک نبردن. نبرد بین گداخت هسته‌ای که انرژی رو به بیرون میفرسته و گرانش که سعی داره همه چیز رو به سمت داخل بکشه. اما وقتی سوخت گداخت که معمولاً هیدروژن تموم میشه، گرانش برنده میشه و ستاره فرو میریزه. هر شکلی هم که یک ستاره بعد از ابرنواختر به خودش میگیره، به نوعی خیلی افراطیه. در ابرنواخترها ستاره های فرو ریخته میگن من خودم قوانین فیزیک خودم رو میسازم. اگه یه ابرنواختر جرمش بیشتر از 3 برابر جرم خورشید باشه، معمولا تبدیل به سیاه‌چاله میشه. کوچکترین سیاه‌چاله‌ای که تا حالا کشف شده 3.3 برابر جرم خورشیده، ولی هنوز دقیقا نمیدونیم یک سیاه‌چاله تا چه حد میتونه کوچک باشه. ستاره هایی با جرم کمتر معمولا کوتوله های سفید تولید میکنن، اما ستاره های نوترونی خیلی کوچیک‌ترن.
معمولا وقتی راجع به چیزهای فضایی حرف میزنیم درباره سالهای نوری و میلیونها کیلومتر یا مایل حرف میزنیم، ولی اینجا نه، ستاره های نوترونی حتی اندازه شهر نیویورک هم نیستن، اما جرمشون خیلی خیلی زیاده. ستاره های نوترونی هم مثل ستاره های دیگه لایه هایی دارن. بیرونی ترین لایه شون رو بهش میگن جو. این جو فقط 10 تا 15 اینچ یعنی حدود 25 تا نزدیک 40 سانتی متر ضخامت داره. معمولا هم از عناصر سبکی مثل هیدروژن و هلیوم تشکیل شده. ولی یک ستاره نوترونی میشناسیم که جوش از کربونه. کربونی که انقدر فشرده است که چگالیش مثل یک الماسه. خلاصه زیر جو یک پوسته جامد از عناصر یونیزه شده و ذرات زیر اتمی است. ولی پایین تر از اون اوضاع واقعا عجیب میشه. بعضی مدل ها نشون میدن که ممکنه این لایه ها صاف باشن و بعضی دیگه میگن ممکنه شبیه رشته فرنگی یا پاستا باشه. در هر صورت این مواد از سخت ترین و قوی ترین چیزهای موجود توی کیهان هستن. اما تو کیهان همه چیز میچرخه، هیچ چیزی ثابت نمیمونه. ستاره های نوترونی هم معمولا خیلی سری میچرخن. چرخش سری ستاره های نوترونی یک میدان مغناطیسی فوق العاده قوی تولید میکنه. میدان مغناطیسی با واحدی به نام گاوس اندازه گیری میشه. مثلا میدان مغناطیسی زمین روی سطحش حدود نیم گاوسه، اما میدان مغناطیسی یک ستاره نوترونی چیزی در حد تریلیون گاوسه. اما بعضی از ستاره های نوترونی میدان مغناطیسی دارن که تا یک کوادریلیون گاوس میرسه، یعنی یک با 15 تا صفر جلوش. این هیوله های کیهانی به مگنتار معروفن. حالا بیاید فرض کنیم اگر شما به سمت یک مگنتار سقوط کنید چه اتفاقی واسه‌تون میفته؟ اول از همه نیروی گرانش مگنتار اونقدر قویه که شما رو در کمتر از یک ثانیه به دو سوم سرعت نور میرسونه. این یعنی چیزی حدود 200,000 کیلومتر در ثانیه. این شتاب وحشیانه باعث میشه که بدن شما به اصطلاح کشیده بشه، درست مثل یک تیک خمیر که با دست کشیده میشه. این فرایند در فیزیک به اسم اسپاگتیفیکیشن شناخته میشه، یعنی شما به معنای واقعی کلمه اسپاگتی شکل میشین یا به یک اسپاگتی انسانی تبدیل میشین. از دید کسی که شما را نگاه میکنه این اتفاق فقط چند ثانیه طول میکشه، اما از دید خودتون به خاطر کش اومدن زمان احتمالاً 10 تا 15 ثانیه طول میکشه. خب بذارین صادق باشیم، از این اتفاق کسی زنده بیرون نمیاد، ولی بیاین فرض کنیم که یک معجزه شد و زنده موندیم. خب اون وقت چی؟ میدان مغناطیسی مگنتار شما رو اتم به اتم از هم میپاشونه، یعنی قبل از اینکه بدنتون به سطح ستاره برسه اتم های شما به خاطر این میدان مغناطیسی به شدت دچار تغییر شکل میشن. اتم های بدن شما از پروتون، نوترون و الکترون تشکیل شدن، اما این میدان مغناطیسی اونقدر قویه که این اجزا رو از هم جدا میکنه. الکترون ها از پروتون ها جدا میشن و در نتیجه بدن شما تبدیل به نوعی پلاسمای بی‌نظم میشه، یا به عبارتی این میدان مغناطیسی پیوندهای اتمی رو میشکنه و بدنتون رو قبل از اینکه گرانش کاری بکنه به پوره تبدیل میکنه. حالا بریم سراغ یک بخش جالب دیگه. این مغناطیس چه تأثیری روی سیستم عصبیتون داره؟ در این شرایط سیستم عصبی شما از کار میفته. کانال‌های یونی که باعث ارسال سیگنال‌های عصبی به مغزتون میشه دیگه کار نمی‌کنن. این یعنی نمیتونین حرکت کنین، نفس بکشین یا حتی درد رو احساس کنین. اصلا هیچ چیزی حس نمی‌کنین. قلبتون از کار میفته، عضلات غیر ارادی از کار میافتن و مغزتون خاموش میشه. اصلا ممکنه قبل از اینکه همه چیز خاموش بشه چند توهم عجیب و غریب هم ببینید. حالا شاید فکر کنید این پایان کاره، اما نه. سرعت بالای سقوط شما وقتی که به سطح مگنتار برخورد میکنید انفجاری ایجاد میکنه که از نظر قدرت از تمام سلاح‌های هسته‌ای موجود روی زمین بیشتره. این برخورد اونقدر انرژی آزاد میکنه که حتی درخشش کوتاهش میتونه در سراسر کیهان دیده بشه. اما یک سوال، مگنتار میدان مغناطیسیشو از کجا به ارث برده؟ نظری های مختلفی هست، اما مطالعه روی این پدیده ها هم خیلی سخته، چون تا حالا فقط 30 مگنتار کشف شده. البته دانشمندان معتقدن که در کهکشان راه شیری بین 1 میلیون تا 100 میلیون مگنتار وجود داره، اما هنوز تعداد زیادی از اونها کشف نشدن.
نزدیکترین مگنتار به ما حدود 9000 سال نوری فاصله داره، اما چون اون فاصله دوره، اون انرژی عملاً توی فضا پخش و ضعیف میشه. داشتیم میگفتیم که این مگنتار میدان مغناطیسیشو از کجا آورده؟ نظریه غالب میگه که مگنتار میدان مغناطیسیشو از ستاره‌ای که ازش فرو پاشیده به ارث میبره. پس این ستاره نوترونی غیر عادی چون از یک ستاره خیلی قوی به وجود اومده، خودش هم قویه. ولی یک سری منتقدا میگن اگر اون ستاره اولیه واقعا چنین میدان مغناطیسی قوی داشت، اصلا نمیتونست به یک ستاره نوترونی فروپاشی کنه. یک نظریه دیگه هم میگه که این میدان مغناطیسی تو لحظه فروپاشی تقویت میشه. به این فرایند میگن مگنتیک داینامو. اما یک نظریه جالب دیگه مربوط به ستاره‌های نوترونی و مگنتارها هم مربوط به فروپاشی مگنتارهاست. وقتی سطح مگنتار ترک میخوره، پرتوهای شدید گاما تولید میشن و پدیده‌ای رخ میده که به ستاره لرزه معروفن. دانشمندا معتقدن یکی از انقراض‌های بزرگ در تاریخ زمین، یعنی انقراض اردوویشن اکستینکشن، که حدود 450 میلیون سال پیش اتفاق افتاد و باعث انقراض 60% از گونه‌های دریایی شد، ممکنه به دلیل یک انفجار پرتو گاما یا GRB ناشی از یک مگنتار رخ داده باشه. دانشمندان محاسبه کردند که احتمال وقوع یک انفجار پرتو گاما که منجر به انقراض در 500 میلیون سال گذشته شده باشه حدود 50%. اگر این بازه زمانی رو به 5 میلیارد سال گسترش بدیم، این احتمال به 90% میرسه. با این حساب ممکنه یکی از این انفجارهای پرتو گاما کل یک شاخه حیات روی زمین رو نابود کرده باشه. حالا تصور کنید اگر اون انقراض‌ها رخ نداده بود، زندگی روی زمین امروز چقدر متفاوت می بود؟ اگر بخوام جمع‌بندی کنم، میتونم بگم که مگنتارها هیولاهای واقعی کیهانن، ستاره‌هایی که میتونن شما رو به معنای واقعی کلمه اتم به اتم نابود کنن و انفجارهایی ایجاد کنن که کهکشان رو به لرزه در بیاره. اونا از فاصله دور بی‌خطرن، اما این احتمال که یکی از این هیولاهای کیهانی تصادفی بتونه به حیات روی سیاره‌ای مثل زمین آسیب برسونه، همیشه وجود داره. با این حال، این ترس میتونه ما رو تشویق کنه که بیشتر درباره کیهان یاد بگیریم و کاوش کنیم. یادتون باشه که موضوع این ویدیو رو خود شما به ما گفتید، پس منتظر کامنتتون هستیم.